سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من امید پروکسم و خوش اومدید به این ویدیو. بچه‌ها توی این ویدیو با بچه‌ها رفتیم کاستوم روم جایزه دار که کاستوم خودمه و برگزار کننده این کاستوم خودمم و ویدیوشو گفتم براتون رکورد کنم و قرار بدم. امیدوارم که حمایت کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و کلی لذت ببرید و کار تیمی بچه‌ها رو ببینید و اگر می‌خواید کاستوم شرکت کنید، بدونید کار تیمی اولین حرفو توی کاستوم می‌زنه. ببینیم کیا میپرن. خیلی از اسکواد همین اول پریدن و رفتن که همین اولای مپ برن لوت کنن. یه سری رفتن ساکورا، یه سری فارم، یه سری این ور، یه سری اون ور که حالا زبان بازی من عربیه و نمیتونم دقیق جاهایی که بچه ها رفتن رو بهتون بگم. خب بریم تو بازی. 313 و یاسر لندی همکار خودمونم هستش که میشناسیدش و بریم که بریم چه خبر. بچه ها چنل یاسرم پریده سر اون قضیه پاک شدن چنل یوتیوبرها و حتما چنلش رو برید سابسکرایب کنید، حمایت کنید، سریع 1000 تایی بشه. کارش خیلی خوبه و کارش خیلی خفنه. خب بچه‌ها ببینیم چیکار می‌کنم. بچه‌ها اومدن بلک مارکت، یاسر و اینا اومدن بلک مارکت و یه اسکواد دیگه هم همراهشون اومده. و بچه‌ها راستی امروز هم یه سری از تجهیزات رسید، مثل وبکم و میکروفون و اینجور چیزا رسید برای هندزکم و اینا که مطمئنم وقتی که هندزکم گذاشتم کلی حال می‌کنید. و بچه‌ها اونایی که دوست دارن داخل کاستوم رومای جایزه دار شرکت کنن، حتما اینستاگرام منو فالو داشته باشن. اینستاگرام منو فالو کنید، آدرسش داخل، لینک مستقیمش داخل دیسکریپشن هست و آیدی چنلم هم که همینجا روی صفحه میبینید این پایین سمت چپ نوشته شده، همال تلگرام، همال اینستاگرام که اینستاگرام سمت چپه، تلگرام سمت راست، که همین امید بروکس هم داخل اینستاگرام بزنید براتون میاره. بریم ببینیم بچه‌ها دارن چیکار میکنن و کدوم اسکواد داره چیکار میکنه، کی کجاست و اینا. این که داشت کلاس رو تست میکرد، اینم که ایربوم برداشتن و میخوام برم فایتس بدم. فکر کنم ببینیم میرم بینش اون چیکار میخوان کنن. آخه اون های گرند دارن، دن سرویس نمیرسید اونجا. بله اینا اومدن های گرند. ای ول خوش اومد مغز بازی، اومدن های گرند. بچه سطح اسکوادا واقعا خیلی بالاست، یعنی واقعا خیلی بالا ان و دمشون گرم، خیلی خوب بازی میکنن و اصلا هیچ کدومشون کمپ نمیکردن، خیلی ایزی بازی میکردن و فایت میدادن، راش میدادن و خیلی قشنگ میزدن، دمشون گرم. چون یه سری از کاستوم ها هست هر وقت میفهمن که جایزه داره سری میان میرن فایت میدن، کمپ میکنن که جایزه رو ببرن، ولی اصلش اینجور نیست. فایت بدید، شما بازی کنید، سطحتون میره بالاتر، مخصوصا توی کاستوم روم ها چون همه پلیرن و روی بازیتون خیلی تاثیر میذاره. حتما فایت بزنید، کمپ نکنید اگر جایزه رو نبردید. ان شاءالله کاستوم بعدی. بچه‌ها راستی توی اسپکت بودم کلا صدا باگ بود، یعنی اینجوری نیست که رکوردر خراب باشه، نه رکوردر رو عوض کردم ولی اسپکت بودم، اسپکت کاستوم باگ داشت و کلا صدا برام نبود. کلا از اول بازی تا آخر بازی برای خودم صدا نبود که توی داخل رکوردرم که می‌بینید صدا نیافتاده و گفتم که اینو بگم که فکر نکنید من رکوردر رو عوض نکردم. نه واقعا رکوردر رو عوض کردم ولی که هنوزه این باگ نمیخواد ما رو ول کنه و واقعا کلا خودم هم صدا نداشتم، حالا چه برسه توی رکوردر. داخل کامنت ها به همم بگید که نویز صدا و دیگه کیفیت صدا و اینا فرق کرده یا نه، چون امروز میکروفون رسید و الان دارم با میکروفون جدیدمون صدا رو ضبط میکنم براتون. خودم که احساس میکنم کیفیت و اینا خیلی رفته بالا، نویز اومده پایین، دیگه هوا و اینا نیست تو صدا و مطمئنم که دیگه خیلی عالی شده و امیدوارم که حمایت کنید تا بتونیم بیشتر از اینا پیشرفت کنیم، با هم دیگه بریم بالا و ارتقای کار بدیم و کیفیت کارا تا جایی که میشه ببریمش بالا. پس حمایت یادتون نره. این دوستمونم که اینجا دیگه داره فکر کنم اومده پلاک برداره، آره داره پلاکا رو برمی‌داره. راستی این باکسا من امروز صبح دیدم آپدیت اومد، اصلا وقت نشد بازی کنم، درگیر همین چی بودم اسمش برگزاری کاستوم و اینجور چیزا و بقیه کارا، دیگه وقت نشد که بخوام بیام دیتای داخل بازی رو دانلود کنم. به همین دلیل اسکین و اینجور زای بچه همشون باته. حالا اوکی میکنیم و من شب دانلود میکنم و افرادی که میخوان داخل کاستوم رومان شرکت کنن، چه جایزه دار چه بدون جایزه، داخل این استگرام استوری میذارم و میگم که آقا مثلا فلان کاستوم جایزه داره یا مثلا کاستوم جایزه دار مثلا امروز عصر داریم، صبح اعلام میکنم عصر میذارم. چون چرا عصر؟ چون خیلیاتون صبح مدرسه اید و دیگه نمیرسید بیاید، به همین دلیل عصر را برگزار میکنیم. و گفتم که دیگه همین چیز دیگه ای نگفتم.
آقا دیگه اینجا هم بچه ها هنوز هم توی بلک مارکت هم این محمد و یاسر و اینجور شیزا، کاش که جاشون رو عوض میکردن، چون الان همه اسکواد ها میان اینجا و اونا لوت خوبی دارن، اینا فقط با لوت بلک مارکت وایسادن. لوت خوبی هم نداشت بلک مارکت، چون همون اول کمدم روشون لوت زیادی جلوشون نبود. ببینیم این اسکواد چیکار میکنه، میخواد راش بده؟ نه، اومدن اینور. آره گان دراپ دارن، دوتا دراپ هم رفتن، یه دونه اسنایپ و یه دونه هم شاتگان دستشونه. نگاه به اینا میگن اسکواد قشنگ رفتن پای دراپ، گاناشون رو کشیدن، همه کار کردن، بعدش اومدن سراغ فایت دادنشون. حالا ببینیم کی نفر اول میشه. ولی بچه‌ها من بیشتر جاها رو براتون کات میزنم، چون بیشترش بچه‌ها از همدیگه فاصلهشون زیاد بود، نه خاطر اون فایت زیاد نداشت که بخوام بهتون نشون بدم. و اینجا که اومدن دیدم وا ویلا، قشنگ محمد رو زدن، یاسر هم زدن، شماره 4 شون هم زدن و فقط شماره 3 زنده است و ایشون هم که اومد بالا دیگه. آره بهترین کار همینه، چون اسکواد کامل پایینه، هیچ کاری نمیتونم بکنم، واقعا هیچ کاری نمیتونه بکنه تنهایی. و این هم اینجا گیر کرده بود بنده خدا که بچه ها رسیدن و زدنشون. بریم ببینیم دیگه چه خبره، بچه ها دارن چیکار میکنن. خب اینجا هم فکر کنم دوباره فایت باشه، وایسی ببینیم فایت میشه یا نه. بله یه اسکواد دیگه اومد. آره یه نینجا بریم میزنه میخوره، خورد کاری نتونست بکنه. حالا اشکال نداره، اونا دو به تک بود، نمیشد کاری بکنه، مفری کردن. حالا مفری که نمیشه گفت دیگه، کاستومه دیگه، با هم دیگه میرن، مفری اسمشو نمیشه گذاشت، کار تیمی کردن این بهتره. این اسکواد که پایین، اسکواد محمد و یاسرین دارن چیکار میکنن؟ اینا همونجا وایسادن، شماره 3 همون بالا نیدن. این باکس راستی خیلی خوشگل شده با دیگه، باکس لژندری هم دیگه برای همه خاص شد دیگه. هی باکس لژندری هم خاص شد رفت. داره ببینیم دیگه چی میشه این وسط، اسکواد رو دوری بزنیم. و ایشون هنوز بالا هیچ کاری نکرده. چرا یه کاری کرده، دراز کشید ولو بلند شده. نپر یا زوده هنوز، وایسا 15 ثانیه، بذار وایسا 15 ثانیه، وایسا یه 5 ثانیه زودتر پرید مطمئنم که میخوره. برو بیرون دهن سرویس، برو بیرون. چرا وایساد، چرا وایساد، برو بیرون. وای چرا وایساده بود، اوه اصلا توقع نداشتم بره داخل وایسه. دیدنش الان میفتن دنبالش دیگه، میزنن لتو پارش میکنن. حالا اشکال نداره، ولی بچه ها دمش کردن، بچه ها رو ریوایف کرد، ولی سه تاشون رو ریوایف کرد. و اینم که بچه هایی که ریوایف شدن، و این دیگه کی هستن، ایشون هم که هست و ایشون هم که هست. خب بریم ببینیم کجا فایته. و همین بچه هایی که اسنایپ و اینا داشتن فایتن، ببینیم بازم چه خبر میشه. اینجا فایت خوبی میبینیم، نه هنوز خبری نیست از فایت خیلی خفن. راستی بچه ها امروز هم دومین کاستوم ساعت 5:30 شروع شد، که این ویدیو رو وقتی شروع که نشده، هنوز دارم این ویدیو رو براتون درست میکنم و نیم ساعت دیگه شروع میشه، ولی شما وقتی این ویدیو رو میبینید دیگه استارت شده و تموم شده. و اگر دوست دارید داخل کاستوم شرکت کنید، ویدیو اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید، اینستاگرام ما رو فالو داشته باشید که ازشون مطلع بشید از این جایزه‌هایی که قرار میدیم، از این کاستوم جایزه دارها، و اینا رو بتونید شرکت کنید که اگر دوست دارید. آره خب ببینیم دیگه چه خبر میشه اینجا، دارن چیکار میکنن بچه ها تو فایتن. و اونجا هم که دوباره پلاک شدن محمد، اینا دوباره دارن پلاک جمع کنن یاسر و محمد، ببینیم می موفق میشن که پلاک بردارن یا نه. این بازیکن یاسر همکتون پیش به سوی تگ یار، ببینیم چیکار میکنه، آیا موفق میشه که تگ یارشو برداری یا نه. و بچه الان یه دونه مغز بازی اینجا بهتون میگم که حال کنید. ببینید یاسر با موتور رفت، چرا پیاده نرفت، با موتور رفت که صدای موتور رو اون اسکوادی که اونجا روی اون یکی پلاک بودن بشنون و با چاپر بیان سمتش. ببینید اون اسکواد پاشو اومد سمت یاسر، یاسر سری داکتگا برداشت و رفت. از اونورم محمد 313 فکر کنم، آره دقیقاً همین کارش، هم نقششون همین بود. بذارید ببینیم رو محمد، محمد از اینور اومد و خیلی ایزی داکتگا برداشت و زد. به این میگن کار با مغز، بازی با مغز، کار با مغز که نه، بازی با مغز که خیلی ایزی اومدن داکتگا رو برداشتن و همدیگه رو زدن. دو تا اسکواد اینجا هم که از این اسکواد سه تاشون پلاک شده، از اون اسکواد هم سه تاشون پلاک شده. این اسکواد دو نفرن؟ وات؟ چرا دو نفر بودن؟ تیم اپ بود؟ تیم اپ؟ نه تیم اپ نیست، درسته. اون یه اسکواد دیگه اسمش اشتباه دیدم. اون بالای نپر پایین یه نینجا شات. آره خب
یعنی اینجا شات زد و بریم سراغ بقیه بچه‌ها. این دارم چیکار میکنم؟ این هم اینجا محمد اینا زد یه دونه سلاید مدیک. بله اینم بک. وای آرپدی نه آرپدی نه آرپدی سوار ماشین شاتکان. وای وای بی وای داشت بی وای داشت بی وای داشت بی وای داشت بی وای چی میگم آقا نمیشد کاریش نمیشد بکنی خداییش نباید سوار ماشین میشدی. بیا اینم یار چهارم سومین نفر چهارمین نفر اسکواد محمد ایناست که نتش رفته. آقا وقتی کاستوم جایزه داره قبلش اینترنتتون کاراتون رو راستوریز کنید بعدش بیاید داخل بازی که اینجوری اسکواد بقیه رو خراب نکنید، چون شاید یه نفر واقعا نیاز داره به این جایزش. خب و اینجور نیاد که کاستوم بقیه رو خراب کنید. بریم بریم دیگه بچه ها دارن چیکار میکنن. و اینجا هم که دیگه اسنایپ کشیدن بزن زون الان ازش رد میشه. دارن سرویس زون ازت رد شد برو. چی داریم زون ازت زون قویه زون قویه. وای زونگیر میشه مطمئنم زونگیر میشه، چون وقتی میفتی پشت زون حتی یه قدم باش فاصله داشته باشه به زون نمیرسی. ندارم چیه قضیه دیگه یه قدم هم داشت باش فاصله داشته باشه نمیرسی به زون. ببینیم بچه ها اینجا چیکار میکنن. بله خودمون بیاییم بالا. بله ببینید زونگیر شد اون بقل دیدید اسمش اومد. اینجا بریم چیکار میکنن بچه ها. اسکواد جی ای ام و دیگه چه اسکوادی مونده؟ اسکواد الم که یاسر الچ چیه یاسر نمیدونم یاسر بنده خدا تنها این بر مونده الهی به امرم برات. اسکواد جی دیدش الان مفبری شد. نه یاسر خودش مفبری شد. اسموک خوب زد ولی اونا هم اسموک دارن. اسموک زدن و دیگه راحت دیدنش و خیلی ایزی زدنش. چار به تک یاسر واقعا نمیتونست کاری بکنه. و اینا هم که دیگه گاندراپ و ایناشون یاسر هم ریوایوی بود تو زون آخر. الان سه تا اسکواد مونده 1 2 3 4 تا اسکواد. اسکواد A M Q J ببینیم چیکار میکنن. A که مرد M و Q و J مونده ببینیم چیکار میکنن. هایگرند رو ببینید خیلی ایزی از هایگرند بهشون دمیج میدن. هایگرند بهتون میگم اهمیتش اینه خیلی راحت دارن دمیج میدن و یکیشون اینجا زدن کار تیمی رو ببینید. این داره بالا میکنه اون اسموک کرد خیلی راحت خیلی راحت یارشون رو بلند کردن. اسکواد جی و ام درگیرن کیو هم اومد بینشون. ببینیم اسموک ها را ببین دوتا اسموک همزمان ببینیم چی میشه این وسط کی میزنه کی میخوره. ام این عقب وایساده ببین داره مفبری میکنه اون رو دمیج میکنه ام میزنه دهنش سرویس دهنش سرویس مخواستم کنم دمش کنم نه باید بگم دهنش سرویس دهنش سرویس قشنگ این وایس عقب داره این کارو میکنه. ببین خب کیو و جی جی خورد بله اسکواد جی وایپ شد و کیو و ام مونده. ببینیم چیکار میکنن دیگه مطمئنم کاری نمیتونن بکنن. این یکی هم که زدنش رو خیلی ایزی اسکواد 17 نفر اول شد و جایزه به MVP نفر اول اسکواد 17 تعلق میگیره. و با هم دیگه بریم لیست اسکواد رو ببینیم که کی اول شد. خب بچه‌ها امیدوارم از ویدیو لذت برده باشید. مثل همیشه لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. برای حمایت از منم دوتا از این ویدیوهایی که این بالا پیشنهاد میشه حتما برید ببینید. دمتون گرم.